امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. من قبلاً هیچی نداشتم. اما بعد این شغل گیرم اومد. این خانواده. اما هیچ چیز ابدی نیست. شنیدم جلدی میخوای از اینجا جیم شی. دارم روزای سختی رو میگذرونم. خب برنامه ایم داری؟ من خیلی وقت دارم اینجوری زندگی میکنم. ولی دیگه نمیخوام از گذشتم فرق کنم. میدونم که اونجایی. خودم میدونم که تو میدونی من اینجا. خب نظر چیه بشینیم مثل دوتا آدم بالغ حرف بزنیم؟ اگر از این کارا میکنیم. آبجی ناتاشا، فعلا که ما دستمون بندی یه کار ناتمومه. ما دقیقا کیان؟ پارسال دوست، امسال آشنا. تو کجا، خونه کجا؟ افتادن دنبالم. ما مادرزادی اینطوری. هنوزم اندازم. نسل جدیدی از بیوه ها درست شده. پشتشم دشمنه یه جدیدی اومدن. این دیگه کدوم خریب. شنیدم جلدی میخوای از اینجا جیم شی. دارم روزای سختی رو میگذرونم. میدونم که اونجایی. خودم میدونم که تو میدونی من اینجا. خب نظر چیه بشینیم مثل دوتا آدم بالغ حرف بزنیم؟ این خانواده. اما هیچ چیز ابدی نیست. مگر از این کارا هم میکنیم. باید به جایی که همه چی ازش شروع شد برگردیم. خوش به حالمون. یه کار ناتموم داریم. درباره یه چیزی مطمئنم. این قراره یه تجدید دیدار خیلی خفن بشه. من برای خودم دشمن تراشی کردم. و شوهرش خونه ها رو بازسازی میکنه. قبل از اینکه به انتقام جویان ملحق بشم، اشتباهاتی مرتکب شدم. اسمش تاسک مستره.
بیوه سیاه. بیوه سیاه طبق خلاصه یه داستان فاش شده از فیلم بلک ویدو با بازی اسکارلت جوانسون، روایتی است از زمان تولد ناتاشا رومانوف در کاگبه و تبدیل شدن به مأموری برای انجام عملیات نهایی آن سازمان. پس از فروپاشی و تجزیه شوروی و زمانی که ناتاشا مأموریت خود را رها می کند، دولت تلاش می کند تا او را در نیویورک زمان حال به قتل برساند. فیلم مستقل بلک ویدو 15 سال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی جریان دارد که رومانوف در آمریکا زندگی می کند. در واقع این فیلم درباره ناتاشا رومانوف معروف به بیوه سیاه در بین وقایع فیلم های کاپیتان آمریکا جنگ داخلی و انتقام جویان جنگ ابدیت است. Please open the door. Please. Remember that, Leon. I will. Gentlemen.